سالانه خیلی از ماها اینجوریه جلوی یه لپتاپ. امروز میخوام برم یه شهر دیگه و یکی از دوستامون رو ببینیم و الان میخوام آماده شم، یکم آرایش کنم بعد از مدت ها و یه کرم بزنم به صورتم. قبلا تو یونان آره دوستم برام دوتا کرم آورده بود هدیه، بعد من اونا رو با خودم آوردم و از این بعد میخوام استفاده کنم ازشون و این فکر کنم مرتوب کننده است. اینو میزنم ببینم تأثیری خواهد داشت رو صورتم یا نه و میخوام برم اونجا. دوستم گفتش که من یک کرم میشناسم مخصوص پوستایی که اینجوری میشه، بیریم داروخونه ببینم میتونم بخرم یا نه. چه گلیه، ببینیم چیز دیگه توشید و هم دیگه باز کنیم ببینیم چه گلیه. بوی خاصی نداره اما فکر کنم خوب باشه. بوی خفیفی داره فقط. راستی امروز چون یک شنبه است اتوبوس ها یکم دیر میرن و بلیط ما هم برای ساعت 11 هستش. ساعت 11 را میافتیم به اونجا و اینکه میخوام برای شب عید یه سری خرید کنم اگه چیزی گیرم بیاد، چون خیلی دوست دارم این غذای خوشمزه و یه سری خرید کوچولو بکنم و اینکه میخوام آماده باشم برای دوشنبه و فکر کنم این ویدیو سه شنبه آپلود میشه. آره سه شنبه ساعت 6 آپلود میشه و میخوام ببینم تو این شرایط میتونم یه خاطره خوب درست کنم برای خودم یا نه. پس بریم با همیه که ببینیم میتونیم یا نمیتونیم. این کل وسایلی من هستش که همشون به فنا رفتن و هیچ کدومشون به درد نمیخورن، چون من کلن آدم آرایشی نیستم زیاد، در حد یک کرم و ریمیل و رژ لبیه، اونم اگه بزنم و اینکه باید خریدای اساسی لوازم آرایشم بکنم. تو یونان میخواستم خرید کنم اون موقع که تصمیم نداشتم دوباره برم از یونان و اینکه دوباره کنسل شد و نتونستم خرید کنم و با همون قدیمی ها به سختی آرایش میکنم. اینم از راه کار با لوازم آرایشی های قدیمی و به در نخور. دفعه پیش که رفتیم واسه مصاحبه اون شهر هوا اونجا خیلی سرد بود، اینجا هوا خوب بود. بر اساس تجربه ای که داشتیم بازم اینجا هوا خوبه، یه عالمه لباس پوشیدیم که دیگه اونجا سردمون نشه، امیدوارم. اینجی ملکیش ماسماس. تا اتوبوس
عوض کردیم، الان هم داریم میریم دوباره سوار اتوبوس دیگه شیم، ولی دیگه این اتوبوس آخریه. تو ایستگاه اتوبوس ایستادیم، منتظر اتوبوس بعدیم و داریم لذت میبریم از طبیعت. طبیعتی که خودمون نداریم. مریم کجایی؟ تو کدومشونی؟ بیا پایین. کجایی؟ بیس روز دوستمو ندیدم. There is a life I lead in the city. Hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. Doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am home? مغازه کردا. ببینیم لواشک میتونیم پیدا کنیم. لواشک هست؟ نمیدونم فکر کنم. صحبت میکنم. برو 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 تو. های. اینجا رو ببین، تخته. تخته کردی. لباس کردی. لباس نمازن اینا. نام وسایل قلیون. چقدر بال اینجا خوشم اومده. چادر نماز. مریم آه لیوان چای خوبه. اینا مغازه کرده همشون از این چیزا دارن برای نماز. اینا این تخته نیست، قرآن بود، ببخشید. خدا بست دیگه. ولی این چرا اینجوریه؟ جاش آره برد بوزش برنج. صاحب اینجا کرده، کردی داره از میزنه. خدا چیه؟ یه سرم مونده طوره. از خریده ما تم شد. آره بوش خیلی خوبه. مهدیم خونه دوستم. مهدیم از سهلا اونو بذاریم و بریم بیرون. اینجا رو ببین چه خوشگله. خوشگله، اصلا دلم نمیخواد برم خونه، میخوام اینجا بمونم. خیلی هم هوا خوبه. خیلی هم هوا خوبه دیگه دوباره. خیلی استایل خونه های اینجا رو دوست دارم. همیشه اصلا قبل اینکه موف کنم به این کشور، همیشه خودم فکر میکردم که میگفتم خدایا کاش مثلا جای زندگی میکردم که خونه هاش مثلا اینجوری بود. خیلی حس خوبی داره. نمیدونم شما هم اونجوری این یا نه، اما من خیلی دوست دارم. از آپارتمانم خوشم میاد اما بیشتر از این
مدل خونه ها خوشم میاد. شاید به خاطر اینه که مثلا خودمون تو کشور خودمون تو خونه های زندگی کردیم که اینجوری نبوده، همیشه آپارتمان بوده یا به یه جور دیگه بوده. بعد تو یونان هم اینجور خونه ها نبود، همیشه دوست داشتم از این خونه ها داشته باشم. آره دیگه، امیدوارم به زودی بتونم تو هر خونه های زندگی کنم. اینجا رو ببینید واسه پرنده ها چی درست کردن، چه خوشگله. عزیزم کوچولو، عزیزم تو بخور. بای بای. سفرمون تموم شده، داریم برمیگردیم. از اینجا هم خدافظی کردم. بریم دوباره محل خودمون که آماده شیم برای عید. آه اینجا رو ببین چقدر قشنگه. آه شما اینجا. We got time on our side. We're in a state of hope. I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. رسیدیم به آخرش بالاخره. امروز دوشنبه، آخرین روز و آخرین دوشنبه سال 1401 هستش. و من میخوام در مورد امسالی که گذشت براتون یکم حرف بزنم. سالی که برای من گذشت با تمام فراز و نشیبایی که داشت، با تمام خوبیا، بالا پایینایی که داشت و گوشیم داره زنگ میخوره. برگشتم داشتم اینو میگفتم، این سالی که برای من گذشت خیلی سال پرباری بود. حالا ما این اواخرشو فاکتور میگیریم. شروع سال پارسالو من سوشیال مدیا رو شروع کردم. تو یوتیوب هم نزدیک 146 تا ویدیو آپلود کردم. اینستاگرام هم فعالیتم رو شروع کردم و خیلی خوب داشتم پیش میرفتم تا این اواخر که ایران این مشکلات براش پیش اومد و همه چی استاپ شد. من ویدیو گذاشتن رو تو یوتیوب هم استاپ کردم، تو اینستاگرام هم فعالیتم رو کم کردم و این باعث شد که ضربه خیلی بزرگ بخوره به سوشال مدیای من. البته مهمم نیست و من دوباره شروع کردم به فعالیتم و خیلی خوشحالم چون خیلی علاقه دارم بهش. اوائلی که کارم رو شروع کرده بودم خیلی هیت میگیردم، هنوزم میگیرم. همین دیگه، امیدوارم سال خوبی داشته باشین با همین نوروزی که اولش نو میاد، همه چی براتون از نو شروع بشه و مشکلاتی هم که تو ایران به وجود اومده امیدوارم به زودی و زود همش حل بشه و به آزادی برسیم هممون. امشبم من میخوام یه غذای خوشمزه درست کنم و من خیلی دوست داشتم که 7 سین داشته باشم، اما خب تو شرایط پناهندگی واقعا نمیشه و اینجا هم اصلا نمیتونی جمع کنی بسیلاشو، یعنی در دسترس من نبود دیگه، باید تحمل کرد. واقعا من دوست نداشتم سر سال تازه رو تو این شرایط و تو این موقعیت باشم. خب اما دیگه آدم نمیدونه قسمتش کدوم طرف از زندگیش میره. اما متاسفانه یه خیلی از چیزا هستش، یه خیلی از شرایط ها هستش که در کنترل ما نیستش و اتفاق میفته. اون چیزی که در اختیار ما هست امیدواری هست. تلاش کنیم و امیدوار باشیم که یه شرایط خیلی خوب برامون پیش بیاد. نباید شرایط سخت ما رو از پا بندازه. درسته من الان خیلی دلم میخواد که هفت‌سین داشته باشم، پیش خانواده‌ام بودم و میتونستم اوقات خیلی خوبی رو میگذروندم، اما خب چیکار میشه کرد؟ امیدواریم که سال بعد هممون، هم ایران
هم من هم شماها همه دلمون خوش باشه و به یه موقعیت خیلی بهتری رسیده باشیم. و اون روزم خیلی دور نیست، نزدیکه. و پیشا پیش نوروزتون پیروز، تک به تکتون از همینجا میبوسم. هرچند امروز دوشنبه است که من این ویدیو رو میگیرم و سه شنبه ویدیو رو آپلود میکنم، اما خواستم بدونین که من بهتون تبریک گفتم، خیلی دوستتون دارم. پس الان بریم برای آماده شدن برای شب. بریم. خواستم که اگه ممکنه این مقدار شادتر. تصمیم گرفتم که به زبان کردی که زبان مادریم هستش تبریک نوروز رو بهتون بگم. سالی نویتم پیروز به مچ دنکم حمودن. یک علم عرضوی بشم هیه با حمودن. انشالله امسال سالکی پر 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 لخوشی، سلامتی، خوشحالی و رزق و رازی به با حمودن. خوش مبین. ما رو به رقص باله پروانه دعوت میکنه، طوری که انگار عقربه یخ زده جایی میکنه. ما رو به رقص باله پروانه دعوت میکنه، طوری که انگار عقربه یخ زده. اینم از سال تحویل ما. بریم به اون نصف جهان یه قدیمش. دل و دماغی نمیمونه برای آدم. سال نو مبارک. سال نو تونم مبارک. به امید روزای خیلی بهتر. سال نو خیلی از ماها اینجوریه، جلوی یه لپتاپ دور از خانواده با کلی حسرت و غصه و که نمیتونی پیششون باشی، اما خب با همین سختی ها بازم سال نو رو تبریک میگم بهتون و امیدوارم که سالی پر از آزادی بره همون باشه.